این سیاره کوچولو به نام زمین داریم که کهکشان راه‌شیری زندگی میکنیم، مردم بسیار خوش‌شانسی هستیم. فقط ما خوش‌شانس نیستیم، تمام موجوداتی که روی کره زمین زندگی میکنن به اضافه خود کره زمین خوش‌شانس هستیم، به خاطر اینکه در هر لحظه امکان داره که کره زمین به کل تاخون بشه و از بین بره. در 10 میلیون سال آینده خورشید ما میمیره. موقعی که ستاره میمیرن گاما وحشتناکترین انرژی که در تمام کل کائنات وجود داره رو از خودشون ساطع میکنن. اشعه گاما است. دقت داشته باشید، اشعه گاما 1 بیلیون تریلیون برابر از خورشید روشن‌تر. 1 بیلیون تریلیون برابر روشن‌تر از خورشید. خیلی روشنه. گاما پر انرژی ترین واقعیه که میتونه در کل این کائنات اتفاق بیفته. این انفجار اشعه گاما میتونه از چند میلیونیوم ثانیه تا چند صد ثانیه اتفاق بیفته. انفجار اشعه گاما آخرین لحظه مرگ یک ستاره است. حالا تمام این ستاره در یک لحظه در خودش فرو میره و بسیار داغ و فشرده میشه. بعدش تمام این فعالیت هستی درش صورت میگیره تا بتونه اشعه گاما را از خودش خارج کنه. این قضیه روزی یک بار داره در کائنات اتفاق میفته. حالا ما باید دقت داشته باشیم، ما خیلی خوش‌شانس هستیم به خاطر اینکه این اتفاقات در فواصل خیلی 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 دور از ما داره اتفاق میفته. اگر این انفجار اشعه گاما در فواصل کوچیک با ما اتفاق بیفته، حالا کوچیک منظورم مثلا فرض کنید شما 8000 سال نوریه، اصلا وقتی برای کار دیگه ندارید. فاتح همه ما خونده است. حالا اتفاقی میفته اینه که ما نه یک دونه بلکه 2 تا خورشید در یک لحظه رو آسمون میبینیم. اولیش خورشید خودمونه که میشناسیمش، دومیش یه خورشیدیه که چند صد میلیون برابر گرمتر، داغتر و نورانیتر، به صورت که خورشید خودمون در مقابل اون مثل یه لامپ کوچیک 50 است. نزدیکترین ستاره‌ای که اگه منفجر بشه به این اشعه گاما رو ساطع بکنه فاتحه ما خونده میشه، با ما 8000 سال نوری فاصله داره. حالا وقتی این اشعه گاما اگه این منفجر شد، اگه اشعه گاما رو تولید کرد، اول اتفاقی که میفته که اشعه گاما میرسه به ما، اولین کاری که میکنه که کل لایه اوزون رو میجوشونه و از بین میبره. حفاظتی ماست در مقابل تمام اشعه های رادیواکتیو دیگه. حالا اگه این بیاد و این لایه اوزون رو بسوزونه از بین ببره، ما پدر صاحبمون در میاد. حالا هیچ تنابندی به طور کلی زنده نمیمونه. اتفاقی که میفته اینه که ما ناخنمون دیگه رشد نمیکنه، موهای سرمون دیگه رشد نمیکنه، هیچ کنون از سلولای ما نمیتونن دیگه بازسازی کنن. بعد از یک ماه تمام زندگی به طور کل از روی زمین عبه میره، همه چی داغون میشه. حالا اگر این زندگی دوباره بخواد ادامه پیدا بکنه روی کره زمین، همه شیشه باکتریا میکرد. در 4.5 بیلیون سال گذشته، 4.5 بیلیون سال،
4.5 بیلیون سالی که تا حالا از روی زمین گذشته هنوز این اتفاق یک بار هم نیفتاده. پس بنابراین با توجه به این قضیه ما میتونیم دلمون به این خوش بکنیم که در آینده نزدیک یا دور هم این اتفاق نخواهد افتاد. برید و از زندگیتون لذت ببرید.